طبقه کارگر ایران کشتار کارگران خاتون آباد را فراموش نخواهد کرد. چهارم بهمن ماه یازدهمین سال روز به خون کشیدن مبارزات کارگران مجتمع مثل شهر بابک در خاتون آباد است. این رویداد تجربه بود برای جنبش کارگری ایران که خون چهار کارگر و یک کودک دانش آموز و سیقه کسب آن شد. کشتار کارگران در خاتون آباد در چهارم بهمن 1382 در زمانی روی داد که اصلاح طلبان حکومتی در قدرت بودند. آنان ابتدا در مقابل فشار نهادهای کارگری در داخل و خارج کشور قول دادند که این رویداد را پیگیری و عاملین و آمرین کشتار کارگران را معرفی خواهند کرد. اما مانند بسیاری از موارد دیگر هیچگاه به وعده خود عمل نکردند. اصلاح طلبان در قدرت پیگیری این واقعه را به دست فراموشی سپردند و در مقابل نقشه های ضد کارگری دیگر خود را دنبال کردند. رویدادهایی که سرانجام در روز چهارم بهمن ماه به کشتار کارگران منجر شد از روز پانزدهم دی ماه سال 1382 آغاز شدند. یکی از شرکت های وابسته به مجتمع مثل شهر بابک بیکارسازی کارگران قراردادی خود را مدتی پیش از آن شروع کرده و این جریان نگرانی شدیدی را در میان کارگران و خانواده هایشان به وجود آورده بود. در آن هنگام بیش از ده هزار نفر کارگر در مجموع شرکت های وابسته به شرکت مثل سرچشمه که مجتمع شهر بابک یکی از آنها بود کار می کردند. از این تعداد تنها دو هزار نفر از آنان کارگر رسمی و بقیه کارگر قراردادی بودند. روز پانزدهم دی ماه دویست نفر از کارگران مجتمع شهر بابک در اعتراض به اخراج خود دست از کار کشیدند و یک تجمع اعتراضی به راه انداختند. در برابر اعتراض کارگران مسئولین شرکت به آنان قول بازگشت به کار دادند و با این وعده اجتماع کارگران پراکنده شد. دو هفته گذشت و هیچ نشانه ای از اجرای وعده کارفرمایان دیده نشد. کارگران در روز 28 دیماه ماه یک بار دیگر دست به تجمع زدند و این بار همراه خانواده هایشان در محل خاتون آباد جاده منتهی به مجتمع را مسدود کردند. مسئولین شرکت همچنان به خواستهای کارگران بی اعتنایی میکردند. صبح روز جمعه سوم بهمن نیروهای حکومتی و از جمله خودروها و هلیکوپترهای یگان ویژه نیروی انتظامی از زمین و هوا به کارگران متحسن و خانواده هایشان ور شدند و ده ها نفر را به شدت مضروب کردند و یکی از کارگران در همین روز در نتیجه تیراندازی نیروهای رژیم جان باخت اعتراض کارگران و خانواده هایشان روز بعد در داخل شهر بابک ادامه یافت و کارگران در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر دست به تجمع و تظاهرات زدند. نیروهای رژیم به دستور فرماندار شهر مستقیما بر روی کارگران معترض آتش گشودند و در جریان آن نیز چهار کارگر و یک دانش آموز جان باختند و بیش از 300 نفر زخمی شدند. اسامی جان باختگان عبارت بودند از ریاهی، جاویدی، مهدوی، مؤمنی و پور امینی. کارگران معترض مورد پشتیبانی اکثریت مردم شهر بابک قرار گرفتند و شهر به تعطیل کشیده شد. گرچه وحشیگری افراد رژیم و مقامات محلی که مستقیما از مرکز برای سرکوب کارگران دستور می گرفتند، سرانجام این حرکت کارگری را سرکوب کرد، اما واقعی خاتون آباد موجب گسترش نفرت عمومی از دولت خاتمی و اصلاح طلبان حکومتی شد که با وعده اصلاحات در زندگی مردم بر سر کار آمده بود اگر رویداد خاتون آباد شکل اوریان به قدر رساندن کارگران بود مجتمع مثل سرچشمه سالهاست که در اشکالی دیگر قربانگاه کارگران است این مجتمع که نیم خصوصی و نیم دولتی است تحت کنترل شرکت ملی صنایع مثل ایران قرار دارد. زنجیره معادن مثل سرچشمه اگرچه معادن روباز هستند اما با وجود این از جمله ناامن ترین معادن جهان به شمار میروند و هر سال شمار زیادی کارگر به دلیل فقدان استانداردهای ایمنی و از جمله به دلیل گاز گرفتگی جان خود را از دست می دهند. در رویداد خاتون آباد یک بار دیگر نشان داده شد که دموکراسی خواهی اصلاح طلبان حکومتی چگونه در مقابل یک اعتراض مسالمت آمیز کارگری محک می خورد و رنگ می بازد. کشتار کارگران خاتون آباد ناشی از دعوای بین جناها نبود بلکه نشانه سرسختی کل بورژوازی ایران در مقابل اعتراض کارگران به سیاستی بود که در آن دوره تحت عنوان تعدید نیروی کار جریان داشت. اجرای عملی این سیاست که از سالهای پایان دوره ریاست جمهوری رفسنجانی آغاز شده بود در دوره خاتمی با شدت بیشتری دنبال میشد. به موجب این سیاست کارگران را هزار هزار بدون هیچ گونه تمین اجتماعی اخراج میکردند و بعد از مدتی تعدادی از آنان را که متخصصتر بودند با قراردادهای موقت و دستمزدی کمتر از نو به کار می گرفتند. نیروهای رژیم در این روز به دستور مقامات بالا کارگرانی را به گلوله بستند که نه شعار سرنگونی جمهوری اسلامی سر دادند و نه عکس کسی را لگدمار کرده بودند بلکه دست در دست کودکان و اعضای خانواده هایشان به مسالمت جویان ترین شکل خواهان تأمین ابتدایی ترین حق خود بودند آنان می‌خواستند کار و امنیت شغلی داشته باشند به گلوله بستن کارگران خاتون آباد در آن هنگام رویدادی نبود که دوم خردادی های در قدرت از دستشان در رفته باشد در آن دوره بیش از چهل هزار کارگر در بخش های صنایع و معادن در استان کرمان کار می کردند. بیشتر آنها مؤسساتی بودند که مشترکاً به وسیله دولت و بخش خصوصی اداره می شدند. رژیم به طور جدی در پی اجرای سیاست تعدیل نیروی کار در این بخش از صنایع ایران بود و میخواست از آن نمونه یک الگوی موفق برای دیگر بخش های صنعتی و تولیدی بسازد مبارزه کارگران خاتون آباد اگر به پیروزی می رسید به مقاومت کارگران در برابر سیاست اقتصادی آن هنگام اصلاح طلبان حکومتی در ابعاد وسیعتری دامن میزد پس می در نطفه خفه میشد. فرماندار شهر بابک که فرمان تیراندازی به سوی کارگران و خانواده هایشان را صادر کرد دچار خشم آنی نشده بود بلکه وی و دستگاه های سیاست گذار در تهران از روز پانزدهم دیما تا روز چهارم بهمن ماه فرصت داشتند که در این مورد فکر کنند و در مورد این اعتراض کارگری که تصور می کردن می تواند گیر شود واکنش نشان دهند همزمان با این رویداد دولت به اصطلاح اصلاحات چندین تبصره را بر قانون کاری که خود در اصل بر اساس منافع سرمایه داران تدوین شده بود باز هم بیشتر به زیان کارگران افزود افزودن اصلاحی های پی در پی در قانون کار و شلیک مستقیم به سینه کارگران اجزای مختلف یک سیاست واحد بودند امروز دولت تدبیر و امید و اعتدال روحانی در قبال کارگران همان سیاستی را دنبال می کند که در سال 1382 دولت اصلاح طلبان برای هموار کردن راه اجرای سیاست های جدید اقتصادی دنبال میکرد. دهها فعال کارگری اکنون فقط به این دلیل در زندان هستند که از حقوق اولیه هم ای هایشان در مقابل این گونه سیاست ها دفاع کردند. این تجربه که به های سنگینی برای آن پرداخت شد به طبقه کارگر ایران نشان داد که وقتی پای منافع و سیاست های سریح طبقاتی به میان می آید جناهای مختلف در حکومت سرمایه داران علا رغم تفاوتهایشان چگونه در برابر مبارزه کارگران یکسان عمل می کنند.